سلام خیلی خوش اومدید به بخش 11 همه ما شدن یا becoming supernatural از دکتر جو دیسپنزا قراره با همگی توی این بخش راجب زیستن با هرمون های استرس صحبت بکنیم این که چطوری میتونیم با افکار منفیمون دوست بشیم و بهشون غلبه بکنیم اگر پارت قبلی رو ندیدید مثل همیشه این بالا براتون میذارم لینکش رو ازتون میخوام یا بشنویدشون یا بهشون یک نگاهی بندازید حال بگذارید نگاه نزدیکتری به این مسئله بیاندازیم که ما چگونه به احساسات منفی خود یا دقیق تر بگویم به موادی که هرمون استرس مینامیم معتاد میشویم وقتی ما به هر چیزی در دنیای بیرون که برایمان تهدید قلمداد میشود واکنش نشان می دهیم خواه این تهدید واقعی باشد یا تخیلی بدن ما با آزادسازی هورمون استرس مقادیر هنگفتی از انرژی را در واکنش به این تهدید به گردش در می آورد. وقتی چنین می شود بدن از تعادل خارج می شود و این تعریف دقیق استرس هست این واکنش واکنشی طبیعی و سالم است چون در زمانهای قدیم این معجون شیمیایی متشکل از آدرنالین و کورتیزول و هرمون های مشابه زمانی آزاد می شد که ما با خطری در دنیای بیرونی رویارو می شدیم مثلا زمانی که شکارچی در تعقیب ما بود و ما مجبور بودیم که تصمیم بگیریم که بجنگیم، فرار کنیم و یا مخفی شویم وقتی ما در حالت بقا قرار بگیریم به صورت خودکار ما دیگر میشویم و واقعیت را بر حسب حواس خود تعیین میکنیم بر حسب آن چیزی که میبینیم میشنویم میبوییم و لمس میکنیم به علاوه ما تمرکز خود را محدود کرده و تمام توجه خود را متوجه ماده میکنیم هرمون های استرس باعث می شود ما تمام توجه خود را به دنیای بیرون معطوف کنیم چون خطر در آنجا نهفته است در زمان انسانهای اولیه این واکنش چیز خوبی بود این واکنش با باعث سازگاری ما شده و ما را زنده نگه داشته است و وقتی ما توجه خود را به عامل خطر معطوف می کردیم و خطر رفت می شد سطح تمام هرمون ها به توازن اولیه باز می گشت نکته کلیدی سطح تمام هرمون ها به توازن اولیه باز می گشت حالا اما در دوران مدرن دیگر چنین نیست یک تماس تلفنی یا ایمیل از جانب رئیس شرکت و یا یکی از اعضای خانواده کافی است تا واکنش احساسی قدرتمندی مانند خشم، ناراحتی، ترس، دلهوره، اندوه و غیره را در ما ایجاد کند و ما سیستم عصبی ابتدایی ستیز و گریز را روشن کنیم و در نتیجه طوری واکنش دهیم که گویی شکارچی ما را دنبال کرده است این وضعیت شیمیایی به صورت خودکار روشن میماند. تمام مشکل ما از زمانی شروع میشه که ما توانایی قطع کردن استرسی که در بدنمون وجود داره رو نداریم این وضعیت شیمیایی به صورت خودکار روشن میماند چون عامل تهدید خارجی هرگز رفع نمی شود واقعیت این است که بسیاری از ما بیشتر وقت خود را در این حالت برانگیخته سپری می کنیم این وضعیت مزمن شده است گویی دیگر شکارچی هم بیرون نیست تا گهگاهی چنگ و دندانی به ما نشان دهد بلکه با ما در درون قارمان زندگی می کند مثلا همکار سمیتان که از غذا میز کارش کنار میز شماست این واکنش دیگر انتباقی نیست اینجا منظورش از انتباقی کسایی که انگلیسیشون خوبه اداپتیو یعنی اتفاقی نمیفته که شما بتونید باهاش همسو بشید بتونید بپذیریدش همواره به شکل یک همون چیزی که میگه شکارچی در جلوی شما هست در کنار شما هست با شما داره زندگی میکنه چرا میگم شما نمیتونید بپذیریدش همون مثالی که زد همکار سمی اگر میپذیرفتیدش دیگه اصلا به چشمتون نمیومد که همکارتون چقدر آزارتون میده چقدر خوشتون نمیاد ازش ولی خب حالا اونجا هست دیگه انقدر برام بی اهمیت هست که اصلا بهش دیگه فکرم نمیکنم ولی انقدر برای ما با اهمیت هست که میدونیم اونجاست و هر روز داریم بهش فکر میکنیم پس برای این میگم منظور اینجا از این هستش که فردی که داره آزارتون میده همچنان داره آزارتون میده همچنان توانایی این رو داره که روی اعصاب و روان شما حرکت بکنه وقتی ما در حالت بقا زندگی میکنیم و هورمون های استرس مانند آدرنالین و کورتیزول در بدن ما به جریان در میآید به جای اینکه به حالت توازن برگردیم در حالت هوشیاری بالا باقی میمانیم مانند مثال آنا در فصل یک وقتی این عدم توازن در دراز مدت حفظ شود به احتمال زیاد ما بیمار خواهیم شد چون استرس بلند مدت سبب کاهش بیان سالم جنها می شود در واقع بدن ما آنقدر نسبت به این حجم بالای مواد شیمیایی شرطی می شود که به آنها معتاد می گردد بدن ما برای این مواد بیقراری می کشد در این حالت مغزهای ما بیش از حد هوشیار و برانگیخته می شود و ما تلاش می کنیم پیامدها را پیش بینی کنترل و حتی به زور ایجاد کنیم تا شانس بقایمان بیشتر شود و هرچه بیشتر چنین کنیم اعتیادمان شدیدتر می شود و بیشتر باورمان می شود که ما بدنهایی هستیم که به هویت و محیطمان وصل شده و در زمان خطی زندگی می کنیم دلیل این امر این است که تمام توجه ما در این راستا قرار دارد وقتی مغز شما برانگیخته باشد و شما در حالت بقا زندگی کنید و مجبور باشید توجه خود را مدام به موارد مختلفی مانند شغل، اخبار، همسر سابق، دوستان، ایمیل، فیسبوک، توییتر و غیره معطوف کنید، در واقع دارید هر یک از این شبکه‌های عصبی مختلف را به سرعت فعال می کنید اگر این کار را ادامه دهید و به مرور زمان عادت محدود کردن تمرکز و تغییر مداوم کانون توجه شما باعث می شود مغزتان قسمت بندی شود و دیگر به شیوه متعادل کار نکند وقتی چنین شود شما دارید به مغزتان یاد می دهید که به شیوه نامنظم و نامنسجم کار کند و این باعث می شود آن بسیار پایین بیاید شبکه های عصبی مختلف مغز مانند رعد و برق بدون نظم روشن می شوند. این تیکه تعریفش خیلی قشنگه شبکه های عصبی مختلف مغز مانند رد و برق بدون نظم روشن می شوند و لذا مغز شما به صورت ناهمگام کار می کند اثر این کار مانند این است که گروهی تنبک زن همگی در یک زمان اما نه با ریتم و آهنگ به تومبک های خود ضربه بزنند فعلا همین را بدانید که وقتی مغز از انسجام خارج شود شما از انسجام خارج می شوید. وقتی مغز به صورت بهینه کار نکند شما بهینه نخواهید بود شما برای هر شخص یا چیزی در دنیای بیرون که تجربه کرده اید و جزو شناخته هایتان هست احساسی مرتبط با آن دارید چون احساسات پسماند های شیمیایی تجربه هستند و اگر شما بیشتر اوقات با این هورمون های اعتیاد که اسمش استرس هست زندگی کنید ممکن است از رئیستان برای تأمین اعتیادتان به قضاوت کردن استفاده کنید ممکن است از همکارتان برای تأمین اعتیادتان به رقابت استفاده کنید ممکن است از دوستانتان برای تأمین اعتیاد خود به رنج استفاده کنید برای همین اون ویدیوهای اول من رو اگر دیده باشید همیشه توش بهتون گفتم کسایی که میشنن پیشتون غور میزنن از اتفاقات 20 سال پیش میگن از همسرشون میگن دوستاشون میگن از بچه هاشون میگن کسایی هستن که معتادن به این حس ترحم به بدگویی کردن اینا آدمایی نیستن که باید براشون دلسوزی کرد اینا آدمایی هستن که به درمان احتیاج دارن باید پیش مشاور برن و بتونن ببندن این فصل های زندگیشون رو این آدمایی هستن که معمولا هیچ چیز جدیدی تو زندگی تجربه نمیکنن هیچ اتفاق جدیدی به سراغشون نمیاد آدمهایی نیستن که معمولا نمیخوام جمع ببندم آدم های موفقی باشن چرا؟ چون به قدری غرق در گذشته و افکارشون و آدم های 20 سال پیش هستن که دیگه توانایی تجربه چیز جدیدی رو ندارن ممکن است از دشمنان خود برای تامین اعتیادتان به نفرت، از والدین برای تامین اعتیاد به احساس گناه، از فیسبوک برای تغذیه اعتیادتان به عدم امنیت، از اخبار برای تامین اعتیادتان به خشم و از همسر سابقتان برای تأمین اعتیادتان به تنفر استفاده کنید. این یعنی احساسات که همون انرژی هستند با تمام اشخاص مکانها و چیزهایی که در واقعیت شما تجربه کردید یا تجربه می کنید در هم تنیده و به هم وصل هستند و این یعنی هیچ انرژی برای شما باقی نمی ماند تا تاش خیلی مهمه تا شغل جدید رابطه جدید وضعیت مالی جدید زندگی نو و بدن شفایافتهی با آن ایجاد کنید. بگذارید سخنم را طور دیگری بیان کنم. اگر طرز فکر و احساس شما فرکانس و اطلاعات ساطع شده از شما در درون میدان انرژیتان باشد و اگر تمام توجه که همون انرژی شما هست به دنیای بیرونی افراد اشیا چیزها مکانها و زمان معطوف شود آنگاه هیچ انرژی در دنیای درونی افکار و احساسات شما باقی نمی ماند. لذا هرچه احساساتی که به آن معتاد شده اید قوی تر باشد شما بیشتر توجه خود را به آن شخص شی، مکان یا وضعیت موجود در دنیای بیرونیتان معطوف خواهید کرد و بیشتر انرژی سازنده خود را از دست داده و برابر با تمام دانسته هایتان فکر و احساس خواهید کرد وقتی به دنیای بیرونیتان معتاد باشید برایتان دشوار خواهد بود که به شیوه جدید فکر یا احساس کنید و ممکن است به همان افراد یا چیزهایی معتاد شوید که در وهله اول مشکلات شما را ایجاد کردهاند همون مسئله معروفی که میگن زندانی به زندانبان معتاد شده دقیقا از همین میاد اینکه شما انقدر عادت میکنید به چیزهای بدی که تجربه کردید نه حالا یک ضربه روحی منظورم این هستش که مثلا حتی یک اخلاق بد انقدر بهش عادت میکنید که دیگه متوجه نمیشید که شاید 20 سال من اشتباه میکردم این یکی از اون چیزهایی هستش که من خیلی راجبش سعی کردم به خصوص توی اینستاگرام صحبت بکنم اگر شما داری یه کاری رو برای یک زمان طولانی انجام میدی هر کاری رو یه وقتهایی بشین با خودت رو راست باش و فکر بکن روی کارهایی که به خصوص کارهایی که داریم به صورت اتوماتیک برای سالیان طولانی انجامش میدیم حتی رفتارها یه زمانی بشینیم فکر کنیم ببینیم که اصلا شاید این رفتار اشتباهه و انقدر اطرافیانمون یا ما رو دوست دارن یا اصلا حوصلمون رو ندارن یا ما آدمی هستیم که پذیرای انتقاد سازنده نیستیم که طرف حتی به ذهنش هم نرسیده که بهمون به بگه فلان کاری که میکنی بده سمی هست فلان رفتار یا اصلا فلان حرفی که میزنی حتی اگر نیت خوبی داری هیچ نتیجه سازنده ای رو برای طرفی که داره اون حرف رو میشنوه نداره یه نمودار اینجا هست اگر که بتونم پیداش بکنم سعی میکنم براتون بذارم نشان دهنده اینه که چقدر انرژی افراد با همدیگه دیگه میتونه ادغام بشه و چه کارهایی رو میتونه انجام بده اگر پیدا بکنم براتون میذارم اگر نه این تیکر رو براتون میخونم میگه درست همانطور که دو اتم با انرژی و اطلاعات مشترک به هم وصل میشوند و یک مولکول را می سازن. وقتی دو نفر احساسات و انرژی یکسانی دارند و افکار و اطلاعات یکسانی را مخابره می کنند به هم وصل می شوند در هر دو مورد آنها به واسطه میدانی نامرئی از انرژی که آنها را به هم متصل می کند به هم وصل هستند اگر جدا سازی دو اتم نیازمند انرژی است سلب کردن توجه از افراد و شرایط زندگی که انرژی سازنده زیادی را صرف آن کردیم نیازمند انرژی و هوشیاری است جدا کردن دو اتم نیازمند انرژی است به همین ترتیب اگر توجه و انرژی شما به افراد مکانها و چیزهای یکسانی در دنیای بیرون متصل شده باشد قابل درک است که شکستن این پیوند در زمان مراقبه نیازمند انرژی و تلاش است اونایی که تجربه میکنند به خصوص اگر اول راه هستید اینو خیلی زیاد تجربه میکنید که وقتی مدیتیشن میکنید به جای این که اصلا یک انرژی بیاد سراغتون شارژ بشین حالتون بهتر بشه احساس بهتری داشته باشین بدتر دپرس میشید اونایی که زیر ویدیویی که واسه کاسه تبتی بود خیلی ها نوشتن که من احساس کردم حالم بد شده سردرد گرفتم سرم گیج میره چند روز حالم بده و من همیشه توی پرانتز هیچ وقت این مسئله رو باز نکردم و اینجا اصلا همین یک جمله داره اینو میگه میگه هر چقدر که انرژی که داری و میخوای و باید نمیخوای باید باهاش دنیا تو بسازی صرف آدمایی دیگه میکنی صرف کارهای دیگه میکنی صرف چیزایی که اصلا به تو مربوط نیست میکنی وقتی که بخوای از اون چیزهایی که خودت رو به زور بهشون چسبوندی یا اون آدمهایی که اصلا مرتبط با تو و زندگیت نیستن ولی تو به زور رابطت و باشون حفظ کردی وقتی میخوای ازشون جدا بشی یک انرژی ده برابر و صد برابری از تو صرف میشه که بتونی اون پیوندهایی که با این افراد ایجاد کردی رو بشکنی پس وقتی حالتون خوب نیست زمانی که دارید مدیتیشن میکنید یا میگم از همه مهمتر فرکانس کاسه تبتی رو گوش میدید و حالتون بد میشه به خاطر این هست نه اینکه شما آدم بدی هستید به این معنی هستش که شما پیوندهایی رو با دنیای بیرونتون ایجاد کردید که شکستن اون پیوندها و رفتن به یک لول بالاتر و به خداگاهی رسیدن و مراقبه کردن و نمیدونم اسمش چی بذارم توجه به درون داشتن مستلزم گرفته شدن انرژی خیلی زیادی ازتون هست تا بتونید اون اضافه ها رو قیچی بکنید و بعدا از اون انرژی که زمان مراقبه به دست میارید لذت ببرید باهاش بسازید و احساس خوبی نسبت بهش داشته باشید منتظر پارت بعدی باشید